رانش دگری همانند انتخاب طبیعی. خب بگیم دنبال ویژگی های مشترک بین رانش دگری و انتخاب طبیعی. بچه ها سوال میلیون دلاری، حواست باشه. میگه در انتخاب افراد سازگار با محیط نقش داره. یادت باشه رانش یک پدیده کاملا تصادفیه و هیچ ارتباطی به سازگاری، هوشمندی و هیچ چیز دیگه، قدرتمند بودن نداره، کاملا تصادفیه. اما در انتخاب طبیعی همه چیز انتخاب میشه، سازگاری فرد در نظر گرفته میشه، اسمشوشه انتخاب میکنه طبیعت، درست شد؟ میگه اما در انتخاب افراد سازگار با محیط نقش داره، انتخاب طبیعی نقش داره اما رانش دگری نقش نداره، همانندش پس نمیتونم بذارم، ردش میکنم. دو، میگه بر اثر رویدادهای تصادفی فراوانی دگره ها را تغییر میده. برای رانش تصادفیه، اما انتخاب طبیعی میگه آقا من دنبال فرد سازگارترم، پس برای انتخاب طبیعی نمیتونم در نظر بگیرمش. سه، در بسیاری از مواقع در هنگام وقوع تشخیص داده نمیشه. ببین این در هنگام وقوع تشخیص داده نمیشه رو شما فرض بفرمایید که مثلا ما داریم درباره جهش صحبت میکنیم. جهش ها معمولا، نه الزاماً، نه همیشه، نه الزاماً، نه همیشه، معمولا یه زمانی و طول میکشه که خودشون نشون بده، اما بعضیش هم در لحظه خودشون نشون میده. اما در رابطه با رانش، رانش داره میاد میزنه، تیکه پاره میکنه میره، یهو میبینی که نصف جمعیت از بین رفت، یک چهارم جمعیت از بین رفت، درجا خودشو نشون میده. پس عملا نمیتونی اینا رو با هم دیگه یکسان در نظر بگیری، چون میگه در بسیاری از مواقع تشخیص داده نمیشه رانش، در بسیاری از مواقع تقریبا کاملا قابل پیش بینیه و تشخیص داده میشه، اما در رابطه با انتخاب طبیعی بهش حق میدم. 4، میگه میتواند تفاوت‌های فردی در جمعیت رو کم کنه. انتخاب طبیعی که داره همه رو میبره به سمت سازگار شدن، یعنی داره تفاوت‌های فردی رو کاهش میده. اما در رابطه با رانش دگری دقت کن، وقتی فرض بفرمایید که من یه همچین جمعیتی دارم با این حالا پراکندگی تنوعی، فرض بفرمایید که رانش میاد این جمعیت رو از بین میبره، فرضاً انتخابی هم که براش صورت نمیگیره، به صورت کاملا تصادفی. خیلی خوب، از تفاوت‌های فردی جمعیت چیکار کرد؟ کاهش داد. انتخاب طبیعی هم که داره میبره به سمت افراد سازگارتر، پس جفتشون میتونن تفاوت‌های فردی رو کاهش بدن، کاملا درست.